گنجینه نفیس در کنیسه یهودیان قاهره اسراری از اولین دهه اسلام را فاش می سازد. صفحاتی که قرنها در سکوت خیش خفته بودند، حالا حکایت مظلومیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیر مؤمنان علی علیه السلام را به گوش جهانیان می رساند. گفتگویی خواهیم داشت با محسن هاشمزاده درباره مستند فوتروس مدیا از قدیمی ترین نسخه خطبه فدکیه در کنیسه یهودیان قاهره. اما قبل از آن گزارش همکارم میلاد شادمان. قدیمی ترین نسخه خطی از خطبه فدکیه در یک کنیسه در مصر موضوع مستندی است که فوتروس مدیا به آن پرداخته است. این نسخه خطی خطبه فدکی از سخنرانی تاریخی حضرت فاطمه سلام الله علیها در کنیسه یهودیان قاهره پیدا شد و این کشف سوالات زیادی را در مورد انگیزه یهودیان از نگهداری چنین سندی در یک کنیسه ایجاد کرد. اخیراً فوتروس مدیا مستندی با محوریت این موضوع تولید و منتشر نموده است. پیشتر دو نسخه از قدیمی ترین نسخه های خطی این خطبه در کتابخانه آستان قدس رضوی مربوط به سالهای 884 و 1007 هجری قمری شناسایی شده بودند. کهن‌ترین سند پیش از این مربوط به کتاب بلاغات و نساء نوشته یکی از علمای اهل تسنن معروف به ابن تیفور است که در طول سالهای 204 تا 280 هجری قمری میزیسته و پس از وی 6 تن از علمای اهل تسنن این خطبه را در کتابهای خودشان آوردند. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها این خطبه را پس از شهادت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و کنار گذاشته شدن امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام از خلافت در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله ایراد فرمودند. محسن هاشمزاده پژوهشگر تاریخ ادیان از قم با ما هستند. آقای هاشمزاده سلام، وقت شما بخیر. سلام علیکم، عرض ارادت و ادب و عرض تسلیت خدمت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه و در خدمتون هستم. زنده باشید. جناب هاشمزاده، این نسخه توسط چه کسی و در کجا کشف شده؟ بله، عرض کنم خدمتون که سال 1896 یک عضو یهودی دانشگاه کمبریج به نام دکتر سالمون شاختر که از یهودیان ساکن در کنیسه قاهره اجازه میگیره که تعدادی از نسخه هایی که در این کنیسه هست رو برای بررسی برداره و به دانشگاه کمبریج ببره و اون یهودیان ساکن اجازه میدن، اما این دکتر شاختر 193 هزار نسخه از این کنیسه یهودیان رو منتقل میکنه به واحد تحقیقات تیلور شاختر دانشگاه کمبریج. اونجا بعد از سالها تحقیق به این نسخه میرسن و در سال 2010 در سالی که دانشگاه کمبریج یک مقاله منتشر که توسط دکتر استر میریام واگنر و دکتر محمد احمد نگاشته شده بود و طی اون مقاله از این نسخه رونمایی میشه. بله، با وجود محتوای کاملا شیعی این نسخه چرا در کنیسه یهودیان وجود داشته؟ خب گمان زنی های متفاوت در این زمینه شکل گرفته. تیم پژوهشی ما بعد از بررسی و مشورت با تاریخ پژوهان متعدد به چند نتیجه رسیدن. خب با توجه به اینکه تاریخ نگارش این نسخه به قرن 5 یعنی دوره فاطمیون برمیگرده و یهودیان در اون زمان به دنبال محکم کردن موقعیت و جایگاه خودشون در اون منطقه بودن، منطقه حالا قسمت قاهره هم معروف هستش و امروزه هم به نام مجمع الادیان شناخته میشه که پیروان همه ادیان در اون منطقه یک آزادی عمل و ارتباط نسبی داشتن، میتونستن با هم دیگه در ارتباط باشن و تلاش میکردن که یهودی ها با بقیه ادیان از جمله حالا پیروان مذهب تشیع هم یک ارتباطی داشته باشن که بتونن یک موقعیت اجتماعی خوبی به دست بیارن.
به علاوه این که در بخشی از این نسخه 16 صفحه‌ای تعدادی از روایات در فضائل حضرت امیرالمؤمنین هم ذکر شده، فضائلی که در زبان رسول خدا در رسای امیرالمؤمنین بیان شده. از جمله یک روایت هست از حضرت رسول: یا علی ان فیک مثلا من عیسی ابن مریم ان الیهود ابغضوا حتی بهتو، که علی تو مانند عیسی ابن مریم هستی، یهود او را مورد بغض قرار دادن تا جایی که به او بهتان دادن. خب نگاه ویژه یهود در مخالفت با ایشون رو میرسونه. بله، ممنونم. جناب محسن هاشم زاده از شهر قم با ما بودند.